درود بر بینندگان و شنوندگان این بسته خبری به کیوس که خوش آمدید. در این برنامه با موضوعاتی مهم از تحولات ایران در خدمت شما هستیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. آبروریزی جدید مجلس انقلابی، متقلبان کنکور، فرزندان وزیر و نماینده از آب درآمدند. آمدند. واکنش ها به سخنان سخیف رئیس دفتر خامنه ای ادامه دارد. اما قبل از مشروع این اخبار، تصاویری ببینید از دختران شجاع این مرزوبوم. چهارشنبه 21 تیر پخش تراکت چهارشنبه 21 تیر پخش تراکت خواستم بگم که مبارزه همچنان ادامه داره پارک ولایت ستاری به امید بازگشت شاسده عزیزمون در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم آبروریزی جدید مجلس انقلابی متقلبان کنکور فرزندان وزیر و نماینده از آب در آمدند وزیر علوم تحقیقات و فناوری به تازگی در مصاحبه بیشرمانه گفته مجلس شورای اسلامی استفساری می دهد که در آن قانون مواردی برای شایبه تخلف وجود دارد در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان پس آنهایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند آنها دیگر شامل این موارد قانونی نمی شوند. وزیر علوم ادامه داد استفساریه مجلس شورای اسلامی در واقع حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند وی گفت در سالهای قبل هنگامی که اوراق را تصحیح می کردیم اسامی داوطلبان را اعلام نمی کردیم که دانشجو بشوند کارهایشان را انجام می دادیم اگر بود آزمونی گرفته شود آزمون را می گرفتیم اگر تایید می شد بعدا معرفی می کردیم کاربری در این باره نوشته دلیل عدم برخورد با متقلبین من به شما میگم کسی که چند صد میلیون داده تقلب خریده فرزند آدم عادی نیست صدی به اسامی آشنایی در بین والدین فرزندان متقلب به وفور وجود داشته که برای حفظ آبرو این قضیه با این مالکشی رفع و شده این فاصله یک استفساریه مجلس شورای اسلامی میدهد که اون مواردی که در قانون برای شاعبه تخلف وجود داره نوشته برای داوطلبان نه برای دانشجویان پس اونهایی که رفته بودن سر کلاس دانشجو شده بودن اونها دیگه شامل حال این موارد قانونی نمیشد اینها همون تعداد افرادی بودن که در... بله این اون افراد بود استفساری مجلس شورای اسلامی در واقع خود کرد که چون اینها دانشجو شدن و دیگه داف طلب نیستن اینها باید برن سر کلاس درسشون رو ادامه بدن برای سالهای بعدش که خب سال 1400 کنکور قبلا در دوره قبل گرفته بود گرفته شده بود ما اومدیم برای سال سالهای بعد ما چنین افرادی رو وقتی تصمیم کردیم اسامیشون رو اعلام نمی کردیم که دانشجو بشوند کارهاشون رو انجام می دادیم اگر بنا بود آزمونی گرفته بشه آزمون رو می گرفتیم و تایید می شد بعدا معرفیشون می کنیم داستان اینه پس این هزار نفری که رفتن و الان دانشجو شدن و حضور دارن ب... بله اونها نگاه کنید خدا... شاعبه وجود داشت. شاعبه آه. تخلف وجود داشت مثلا برای اینها طبق قانون اون مواردی که پیش بینی شده بوده وجود داشته که اینها رو در حقیقت سازمان سنجش فرا خوانده بودن که همون قوانین و مسیر براشون طی بشه من استفساریه مجلس که درستم بوده گفته بود این موارد برای داوطلبان است نه کسانی که دانشجو شدن رفتن سر کلاس بالاخره شما وقتی یه کسی رفته سر کلاس دانشجو شده اینا پرامی خانید این آثار اجتماعی و روحی روانی داره و مجلس بر این اساس استفساریه داده بود که این قانون قانون سنجش برای افرادی است که داوطلبند ندانش دیگه حالا من رشتا... سایت حکومتی تابناک در این باره نوشته نزدیک هزار تن با تقلب در کنکور به موفقیت رسیده و به رغم افشای تقلبشان مجوز حضور در دانشگاه ها را یافتند متقلبینی که برخی رشته های برتر دانشگاهی را به تصرف خود درآوردند و حتی افشای تقلبشان هم برایشان عقوبتی نداشته است نه عقوبتی برای ایشان و نه هیچ کس دیگری پس از آنکه اخباری پیرامون موفقیت شماری از داوطلبان کنکور سراسری به کمک باندها و شبکه های تقلب منتشر شد کمتر کسی فکرش را میکرد مسئولان بر این ادعا مهر تایید بزنند و بپذیرند که نزدیک هزار تن از دانشجویان فعلی دانشگاه ها همان افرادی هستند که با تقلب در کنکور نتیجه خوبی گرفتند و به مدد این تقلب موفق به قبولی در دانشگاه ها آن هم در رشته های برتر شدند. اتفاقی که حالا رخ داده و بیشک موجبات شگفتی بسیاری را فراهم آورده است، هرچند باز سخت است که بپذیریم این افراد متقلب شناسایی شدهاند، اما خلالی در کارشان به وجود نیامده و مشغول تحصیل در دانشگاه هستند وضعیت عجیب و غریبی که در کمال ناباوری عین واقعیت است چون مسئولان نتیجه گرفتند قوانین مجازات متقلبین کنکور مختص به داوطلبین است و شامل دانشجویان نمی شود نکته عجیبی که وقتی وزیر علوم در حاشیه جلسه هیئت دولت در این بار مورد سوال قرار گرفت در پاسخ بدان اشاره و تاکید کرد که تعیین تکلیف این گروه بر اساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در آن استفساریه مجلس حکم کرده که چون این افراد دانشجو شده اند و دیگر داوطلب نیستند مشمول نیستند باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند تصمیمی که زلفی گل در ادامه آن را درست توصیف کرده و یادآور شد که این موضوع مربوط به دوره حضور وی در این سمت نیست و تدبیر اندیشیده شده در دوران حضور او اعلام نشدن نام افرادی که شایبه تقلبشان میرفته در زمره قبولی های کنکور بوده تا ابتدا روند صحت نتیجهشان که با مصاحبه علمی یا حضور در آزمونهای آزمایشی و غیر صورت میپذیرد پشت سر گذاشته شود و در صورت رد شاعبه قبولیشان اعلام شود بدین ترتیب مشخص می شود هیچ گزندی متوجه این گروه از دانشجویان که با تقلب به دانشگاه راه یافتند نشده و نخواهد شد افرادی که نامشان مشخص است بعضا در رشته های حساس و مهم مشغول به تحصیل هستند اما چون دانشجو لقب گرفته مشمول مجازات تقلب در کنکور نیستند تصمیمی به قایت عجیب و دور از باور که اگر گفته میشد عوامل دستن در کار این تقلب شناسایی و دستگیر شده اند و مجازاتشان در حال اجرا یا در دست اجراست یا اگر تاکید می گردید که عوامل همراهی کننده با این تقلب چه آنهایی که دانسته و آمدانه با ایشان همراهی کردند و چه دیگرانی که نادانسته و مثلا با اعلام اسامی این افراد شاعبه دار در شمار قبولی ها به رهاییشان از مجازات یاری رسانده متفاوت به نظر می رسید. سخوتی که درباره تغییر قوانین نیز دیده می شود. همان قوانینی که به نوعی تاکید دارد دزد نگرفته پادشاه است و بانهایی که با تقلب دانشجو شده و حق دیگران را به سخره گرفته و به ناحق از بیت المال بهره میبرند تا پزشک دندان پزشک مهندس و غیر شوند و عوض ایشان برخی برقم شایستگی از قبولی در دانشگاه باز ماندند هیچ کاری ندارد وضعیت غیرقابل قبولی که وزیر علوم مدعی است عامل رقم خوردنش مجلس شورای اسلامی و استفساریه صادر از طرف ایشان است و تاکید دارد که تصمیم درستی هم بوده چون برخورده با این کنکوری های متقلب در دانشگاه می توانسته آثار اجتماعی و روحی و روانی به دنبال داشته باشد آثاری که گویی خبر حضور متقلبین در دانشگاه و تداوم فعالیت شبکه تقلب در کنکور با ارائه نمونه کار به دنبال نداشته و ندارد واکنش ها به سخنان سخیف رئیس دفتر خامنه ای ادامه دارد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای به تازگی گفته بود به دیدار یکی از مراجع در قم رفته بودم ایشان گفتند گرانی وجود دارد که حقیقت هم همین است و وظیفه ثروتمندان و کسانی که دستشان به دهانشان میرسد این است که مواظب بیچارگان درماندگان و توی دستان باشند خدا از آنها معاخذه می کند. من به آن مرجع گفتم سوالی از شما دارم که قدرت خدا چگونه است که ایشان گفتند قدرت خدا مطلق است و هر چه بخواهد انجام می شود. گفتم عجله نکنیم کارهای اساسی در حال انجام است. امیدوارم اثرات اقدامات خوبی که در گوشه و کنار کشور انجام می شود را به زودی مشاهده کنیم. یک فعال رسانی درباره این صحبت گلپایگانی گفته آقای عزیز متوسط رشد اقتصادی در بیش از 15 سال اخیر صفر است. سالهاست جزو معدود کشورهایی هستیم که تورم دورغمی دارد. نرخ تشکیل سرمایه سال 98 منفی است. در پنج سال گذشته ارزش پول ملی یک چهاردهم شده است. خط فقر به 28 میلیون تومان رسیده و بعد میفرمایند عجله نکنید. آه از دست ما ملت عجور و پرتوقع. مهدی نصیری روزنامه نویس مستقل و یکی از منتقدان جدی حکومت در داخل ایران نیز دیروز با انتشار مقاله جدید به صحبتهای رئیس دفتر خامنه ای واکنش نشان داد. نصیری نوشته آقای گلپایگانی رئیس دفتر رهبری در اظهاراتی گفته است فضای مجازی بلای جان شده این یکی از راستترین حرف است که می توانسته بر زبان یک مقام بلند دستگاه رهبری جاری شود این فضای مجازی که بلای جانی شده است که خوشبختانه با همه تلاش هاشون با همه سرمایه هاشون با ترویج بیهجابی و چه و چه موفق نشدن مردم را از دینشون و عقایدشون جدا کنن نمونش همین قضیگی مهمانی ده روز است نمونش نماز جمعه است نمونش اعتکافه نمونش راه هایی است که در مناسبت های مختلف انجام میشه هر چه بکنن و بیشترین حمله هم امروز متوجه حضرت آقاست بیشترین حمله چرا چون او قائمه خیمه است این خیمه به وجود او برپاس امروز و چه خلف صالحی برای امام و چه جانشین خوبی برای امام همه اهداف امام را ایشون دنبال کرد و یک به یک داره به سمر می رسود. امروز چرا جرات نمی کنن به ما حمله کنند؟ می ترسن. می امروز هیچ جایی از رژیم غاصب اسرائیل از برد موشک های ما دور نیست آنها هم دقیق به هدف میزنه بدون خطا این چیز کمی نیست از هفت سال سردبیری و مدیریتم بر روزنامه کیهان یک سال و نیم آن مربوط به دوران رهبری آقای خمینی و الباقی به دوران رهبری آقای خامنه است. در همه این سالها نه تنها رهبری و دفتر آن بلکه برخی از منصوبان این دستگاه نیز در زمره خطوط قرمزی بودند که خبرنگاران و نویسندگان و مدیران مسئول نشریات نمی توانستند نزدیک آن شوند مگر در مواردی بسیار اندک و با مخاطرات فراوان و مطلبی در نقد عمل کرد سیاست و سخنان آنها بنویسند تماس یک عضو دفتر رهبری درباره درج یک خبر و مطلبی که به این خطوط قرمز نزدیک و یا از آن رد شده بود می توانست رحشه بر اندام مدیر نشریه بیندازد و هنوز نیز در بر همان پاش نمی چرخد. قبلا نیز نوشتم اگر پس از انقلاب تنها یک کانال تلویزیونی و حتی یک روزنامه آزاد در کشور وجود داشت که هیچ خط قرمزی جز دروغگویی و اهانت و افترا نداشت و به راحتی می توانست همه مقامات و نهادها و در رأس همه رهبری و دستگاه او را نقد کند کار نظام جمهوری اسلامی به وضعیت هولناک و فاجعه آمیز کنونی از جهت فساد و استبداد و بیعدالتی و ناکارآمدی کشیده نمیشد اکنون بعد از گذشت چهل و چهار سال به برکت فضای مجازی بر همگان روشن شده که مسبب اول وضعیت کنونی کشور رهبری نظام از آغاز تا کنون بوده و اگر این دو رهبر بر ولایت مطلقه و بدون نظارت خود پای نمیفشردند و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتیشان منتقدان و بعضا پاکترین منتقدان مانند بازرگان و صحابی ها و نیز برخی مراجع و آلمان آزاده را با شدید ترین وجه سرکوب و محصور نمی کردند. امروز جمهوری اسلامی به پروسه سریع خودبرندازی و گسست کامل با اکثریت قاطع مردم وارد نمی شد. با شکلگیری فضای مجازی و در نوردیدن همه سانسورها آتشی از نگرانی و استراب و دلهوره بر جان مقامات و نهادهای عالی افتاده و به تعبیر دقیق رئیس دفتر رهبری برای جان آنان شده است و تقریبا دیگر چیز پنهان و مخفی از مردم و جامعه از نهانخانه دستگاه رهبری و اعوان و انصار آن وجود ندارد به برکت همین فضای مجازی در همین چند روز اخیر دو افشاگری حیثیت برانداز از فساد دو مقام منصوب رهبری در اوقاف و امامت جمعه مشهد توسط پسر شجاع ایران وحید اشدری منتشر شد و معلوم کرد که ملت با چه قله هایی از فساد و تباهی در لباس دین و روحانیت مواجه هستند و ایلغاری بدتر از مغولان به جان و مال این ملت افتاده است در فضای مجازی بود که وحید چهره اشرافی جناب سردار قالیباف شخصیت محبوب دستگاه رهبری را در ماجرای سیسمون گیت افشا کرد و آتشی دیگر بر خرمن نحیف حیثیت مدعیان انقلابی گریزد تنها فضای مجازی می توانست از فساد چند هزار میلیاردی در سپاه که پای مشهورترین فرماندهان آن در میان بود پرده برداری کند و رهبری را به واکنشی کاملا شتاب زده وادار کند و از این افشاگری با عنوان لجن پراکنی یاد نماید همین آقای گلپایگانی سالها پیش از یخچال خالی خانه حضرت آقا و خانه نداشتن و مستجر بودن فرزندان آقا صحبت کرده بود که اشک عدهای از فداییان ولایت را درآورد اما حالا این فضای مجازی است که میزان صحت و صقم این ادعاها را به سرعت روشن کرده و نشان داده که حضرات از کاخهای پهلوی در تهران و مشهد و لطیان و نوشهر و کیش و رامسر که میلیون بار به خاطر آن لعنت نصار شاه کرده اند به نحو مستوفات که شائبه بی استفاده ماندن بیت المال مسلمین ایجاد نشود بهره برده و میبرند و بعد حتی به برکت همین فضای مجازی اخیرا روشن شد که اسبهای ویژه سوارکاری آقایان هم با ماشینهای مخصوص از تهران به شهرهای کاخدار حمل می شود تا لابد به سبب اسب سواری که در روایات مورد تکید و سفارش واقع شده برسند و بچه اسلامیت نظام را تکمیل کنند راه حل آقایان برای این بلای جان مسدود کردن آن با عنوان سیانت بوده که البته ره به جایی نخواهد برد و این پیک بیداری و نجات ملت ایران همچنان در صحنه حضور خواهد داشت و خواب خوش و آرامش را از صاحبان قدرت بلاحدود سلب خواهد کرد به عنوان یک روزنامهنگار به ملت عزیز ایران توصیه میکنم که در فردای عبور از جمهوری اسلامی که با عملکرد کاملا براندازانه خود نظام دیر نیست مهمترین مطالبه آنان از نظام جدید چه جمهوری و چه مشروطه و یا هر فرم دیگری که اکثریت ملت انتخاب کنند آزادی کامل رسانه ها و استقرار قدرت مطلقه این رکن چهارم دموکراسی باشد و آگاه باشند که ایجاد کمترین محدودیت برای آزادی بیان و رسانه ها باز تولید مجدد دیکتاتوری در ایران مصیبت زده است اکبر علمی نماینده سابق مجلس نیز در نوشتهای به گلپایگانی حمله کرده و گفته گرچه فضای مجازی معایب خاص خود را دارد و مانند فضای واقعی از آن استفاده های نادرستی هم می شود اما به نظر می رسد علت اینکه امثال شما آن را بلای جان میخوانند بیش از اینکه برای آسیبهای فرهنگی و اجتماعیش باشد به خاطر این است که این فضا تریبونهای های انحصاری را از دست اشخاصی که همواره به صورت یک طرفه با مردم سخن میگفتند خارج و پرده ها را به کنار زده به گونه که اکنون همه می توانند نظرات خود را در این فضا ابراز و آنچه را که پیش از این از دیده عموم پنهان بوده است آشکار و اوریان و صاحبان قدرت را که حاله از تقدس برای آنها ایجاد شده است مورد نقد قرار دهند در ادامه سخن با اشاره به مشارکت گروه ها و جماعات خاصی از مردم در مراسم و اجتماعاتی مانند مهمانی موسوم به ده روزه نماز جمعه اعتکاف و برخی راهپیمایی ها مدعی هستید مردم هنوز از دین و عقایدشان جدا نشده اند این ادعای ناشی از تقافل است و یا بیانگر این است که دانستهایتان از حیث جامعه شناختی بسیار ضعیف و هنوز تحلیل درستی از جامعه خود تعریف مردم تعداد جمعیت و روی ندارید یاران و همراهان عزیز به پایان این برنامه از کانال خبری کیوسک رسیدیم تیم تحریریه ما با تلاشی شبانه روزی و خستگی ناپذیر سعی در ارائه بروسترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما سربران عزیز رو داره بالا کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در قسمت کامنت های این ویدیو یاری رسان کیوس باشید